ای که در نگاه تو خورشید خفته است، سرنامه را به نام تو آغاز می کنم. به نام یاد خدای بخشنده و مهربان، سلام بر خورشید زندگانی، سلام بر آفتاب مهربانی، سلام بر مهربان ترین پدر و دلسوز ترین مادر، سلام بر تو که مهربان ترین و دلسوز ترین پدر زندگی هستی، سلام بر تو ای صاحب الزمان، و سلام و درود بر شما بیننده های عزیز، شما عزیزان همیشه همراه، خانواده های محترم، پدرها و مادرهای عزیزی که همکنون بیننده برنامه روشنا هستند. بسیار خوشحال هستیم که در جمع صمیمی شما خانواده های عزیز هستیم و امید داریم که امروز هم ما را همراهی کنین. روز یک شنبه تان بخیر و ساعت 1 بجه برنامه روشنا تقدیم نگاه های پر از مهر و محبت شما عزیزان میشه. بله، ما روزای یک شنبه حتما و حتما شما برحال برنامه ریزی برنامه روشنا را دارین. ما در رابطه با وظایف زنان در عصر غیبت صحبت های کردیم. بله، و در این رابطه صحبت های زیاد داشتیم. گفتیم که خودسازی و دگرسازی یکی از وظایف عمده بانوان عزیز ما هست. ای که نقش شما بانوان عزیز در نسل جدید و تربیت آنها از وظایف عمده ما و شما هست و ای که چه قسم بتانیم خودسازی کنیم و بعد از او بیاییم انسانسازی کنیم و تربیت کنیم. حیا و عفت عنوان برنامه دیگه ما بود که بله، حیا و عفت برای بانوان، به خصوص بانوانی که در عصر غیبت هستند و خودشان را منتظرین واقعی امام زمان میدانند، آنها باید داشته باشند. آموزش و تحصیل علوم دینی وظیفه ما و شما هست که بتانیم آموزش‌های دینی را برای زندگی خود ما و برای که تربیت فرزندان صالح داشته باشیم، آنها را باید در زندگی خود ما را بگنجانیم و آموزش ببینیم. بله، و همچنان تهاجم فرهنگی و نقش زنان در تهاجم فرهنگی، و امروز هم میخواییم که در رابطه با تهاجم فرهنگی در مقابل زنان صحبت هایی داشته باشیم و بسیار علاقه من هستیم که امروز هم با ما باشین. البته نمبر واتساپی را برای شما میگم، میتونین که با ما در ارتباط باشین. همکنون میتونین سوالاتی که در ذهنتان میآید یا صحبت و گپی که در این مورد بسیار علاقه من هستین که به ما بگوین، میتونین از این طریق با ما در ارتباط باشین. مثبت 964 780 255 40 13. نظر شما بانوان عزیز چی هست؟ شما که در عصر غیبت هستین، فکر میکنین که چه وظایف دیگه ای دارین؟ امروز میخواییم که حتما با ما در ارتباط باشین و در رابطه با این موضوع شما هم با ما گفتگو کنین. خانم حسنات عزیز در استودیو هستن، یک سلام گرم تقدیمشان میکنیم و خوش آمدید میگیم خدمتشان. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین وصلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. سلام و ادای احترام دارم به حضور شما خواهر عزیز و گرامی سرکار خانم ظهوری و همه بینندگان این برنامه. انشاءالله که همه شما با جمع از خواهران و مادران ما در کنار خانواده هایشان پر از زندگی پر میر محبت و عطوفت باشند و زندگی پر از آرامش داشته باشند. ما قبلا صحبت کردیم که نقش فرهنگی زنان در مقابل این همه تحولات که بر زنان مسلمان رخ میدهد چیز که گفتیم باید اصالت اصیل اسلامی خود را حفظ بکنن و با فرهنگ هایی که در قدیم داشتن مسلمانان و فرهنگ های حال اینا رو به صلاح التقاط بدن و مقایسه بکنن، ببینن که چی برای تربیت نسل آینده مفید است که از اون فرهنگ استفاده بکنن. بله بله، ما از هفته پیش شروع کردیم دیگه، شروع کردیم. بله، برنامه قبلی ما بود. امروز میخواییم که در مقابل زنان چی تحول رخ میدهد که زنان باید پایبند با اون باشن. ما میگیم که وظایف زنان در عصر غیبت و او زنان که منتظرن، ولی در حصل همه زنان مسلمان باید این آمادگی ها را داشته باشند. خب، ما امروز میپردازم به این که تهاجم فرهنگی چیست؟ بله، تهاجم فرهنگی در مقابل زنان و مادران مسلمان چیست؟ من اجازه میخواهم از حضور شما
و همه بینندگان عزیز که تهاجم فرهنگی معانی کنه. بله بله، تهاجم فرهنگی یعنی چی؟ یعنی چی؟ تهاجم فرهنگی یک حرکتی هست که مرموزانه حساب شده با برنامه‌ریزی دقیق و با استفاده از شیوه‌ها و ابزارها و امکانات متعدد و متنوع برای چی؟ برای سست کردن باورها، دیگرگونی، ارزش‌ها، انحرافات، اندیشه، تغییر و تبدیل آداب و نابودی اصول اخلاقی حاکم بر یک جامعه. دقیقاً. ببینید این تهاجم چه اثراتی داره. خب نقش فرهنگی زنان در مقابل این تهاجمات یعنی خیلی تاثیرگذار است. اگر یک زن در یک جامعه و خانواده، یک مادر در مقابل این تهاجمات که فرهنگ غرب برای نسل آینده وارد می کند که روز به روز می بینیم تحولات عجیبی رخ می ده و خدای نکرده بچه های مسلمان به انحراف می رن. بله. خب نقش این زن در مقابل این تهاجمات چیست؟ مادر خانه نقش داره، رول بسیار بزرگی داره. خب ما قبل از که بپردازیم به اون راهکارهایی که باید یک مادر در مقابل نسل آینده داشته باشه، امروز میپردازیم به این که چی عوامل رخ میدهد که این تهاجم بر ما غلبه میکنه. بله، یعنی که بانوان ما، حالا جمع مجموعه، اگر بله. ما حساب کنیم چون مجموعه اجتماع، مجموعه جامعه خاص، بله. میگیم بله بله، که یعنی وقتی که این تهاجم غالب میشه و ما مغلوب میشیم، بله. و نمیتونیم به بچه های خود نصیحت و وصیت داشته باشیم، نمیتونیم دختر خانم های خود از بعضی کارهایی که به اخلاق انسانی و اسلامیشان نمیخوره اونا رو منع بکنیم. خب چه عوامل وجود داره؟ ما باید عواملش پیدا کنیم و در مقابل اون عوامل باید مبارزه داشته باشیم. درست. دقیقا، یعنی همون ریشه یابیست. ریشه یابیست که باید ما این انگیزه را بیابیم و بعدش در مقابلش مبارزه داشته باشیم. از جمله عوامل که تهاجم فرهنگ و فرهنگ غرب خصوصا در مقابل زنان مسلمان هست که خب چرا در مقابل زنان؟ چون زن را میتونن زود تسخیر بکنن و زود ره شفته دنیا بسازن و این تحولات و مود و مودگرایی و اینا دفتن بله. بر جامعه حاکم میشه و زنان تحت تاثیر میرن. دقیقاً. برعکسش اگر زنان درست عمل بکنن، عملشان خیلی تاثیر گذاره. یعنی وقتی روی تربیت اولاد حاکم باشن، اینا نصیحت و پند و اندرز خوبی داشته باشن، مسلمان اولاد پذیرش میکنه، میپذیره. پس نقش زن خیلی تاثیر گذاره. اول خودش باید مراقب باشه که دچار این تزلزل‌ها بله. نشود، آماده باشه و دیگه یک دژ سنگین و مستحکم باید باشه برای این انحرافات که بچه‌هاشون از خط بیرون نشن. گاهی وقتا خود مادرها مثلا خدای نکرده در هستن، بله، میبینیم در جامعه تزلزل میشن، در این تهاجم فرهنگی غرق و مسائل بله. میشن. وقتی خودش شد توجه به خود نداره که چی، توجه به دیگران نداره، بله، بی تفاوت، بله. یعنی باشه دختر شر قسم میگه در قسم زندگی میکنه و این بسیار حساسه که در این مود روز به اصطلاح و در مقابل این رواجا و در مقابل این بله. از چیزی که از غرب بر ما تحمیل میشه، یک زن هر قدرم چیز باشن به اصطلاح آزادی آماتم داشته باشه، باید بر فرزندان خود توجه داشته باشه و بدانه که چی وظایف را در مقابل این تهاجمات انجام میده. عوامل اولش، عامل اول که این تهاجم بر زنان غلبه میکنه، عبارت است پست انگاشتن نقش زنانه. یعنی چی؟ یعنی زن وقتی ولادت میکنه، فرزند به دنیا میاره، نسل اگه انسان میخواه به دنیا بیاره و ایره تربیت بکنه، بزرگ بکنه، روش تعالی بده، ایره به نظر اجتماع و جامعه و خانواده سست جلبه میدن. اصلا میگن که بچه آوردن هنری نیه، کنار آشپزخانه آشپزی کردن هنری نیست، بله بله. خانه رفتگری و سر و سامان کردن و سفره خوب پهن کردن هنری نیست، میریم به رستوران نان میخوریم. هرچی پوشیدیم نپوشیدیم، مادر لباس شست نشست، اصلا بیتناین از عرصه خانواده، از تربیتش و از تاثیرش میرن بیرون. وقتی که این نقش بزرگ و عمده و گرم کننده کانون خانواده سست شد، زیر پا شد، دیگه چی میشه؟
میگن که اینجا دیگه نقش مادرم ضعیف میشه، یعنی که دیگه خودش خود عطا کم می انگاره. یعنی چی؟ یعنی فکر میکنه که خودش چون یک مادره بیچاره حقیره، دیگه کارایشون بی‌ارزشه، باید بره کجا کنجش پس خانه و فقط غذا آماده و تهیه کنه، بله بشوره و برفا و اینا. فکر میکنن که خیلی اینا ناچیزه، هر انسان میتونه انجام بده، ولی نه. دقیقا. و به فکر عزیز که یک راه پیدا کنه، بله، که بتونه خودش از این حقارت نجات بده. یعنی کار میکنه که خودش هم مثل دیگران بشه. بله. این تهاجم فرنگی غلبه کرده، خودش هم تا خود پس میانگاره. یعنی فکر میکنه که من در آشپزخانه هستم، در خانه هستم، چی بدبخت خانمی هستم، چی بدبخت مادری هستم که همش بشور بروف دارم، همش متوجه بچه‌هام، ولی خبر نداره که این نهاد خانواده که توسط توی مادر جلو میره پیشرفت میکنه و اولادت بزرگ میشه، چقدر به پیش خداوند متعال ارزش داره. یک جهاد است، یک جهاد است. خدمت زن در خانواده با برای فرزندانش عین جهاده. یعنی که مثل که شمشیر گرفته و داره در حال جهاد و در حال مبارزه و به صلاح اون جنگ در مقابل کفار داره. یعنی ما نباید پس بنمیریم. یعنی خود غرب، خود این تهاجم اولین علتش همینه که زن پس مینگاره و فکر میکنه که این نقشای زنانه بچه بیاره بچاره، ولادت بکنه، او رو بزرگ کنه، شب بیدار خوابی بکشه. اینا همه هیچه، اینا همه پوچه. نباید اینجوری باشه. زن برای چی بار ببره، چرا زحمت بکشه، چرا بچه به دنیا بیاره؟ آورد ناورد اصلا نباید روش تحمیل بکنن. خب قانون خانواده رو هم میزنه. در اسلام محبوب ترین قانون و اصل حاصل زندگی در خانواده، در اجتماع خانواده هست. بله. برای خانواده روی چی؟ روی امین برنامه های روز که ما به نظر ما نمیاد مستحکم میمانه. یعنی بچه ها وقت تربیت بشن، شکمشان سیر بشه، غذا بخورن، وقت خواب و آرامششان خوب باشه، لباس خوابشان خوب باشه، لباس مدرسه و مکتبشان خوب باشه، بیرون مراعات بکنن، درون مراعات بکنن، اینا میشه تربیت. به یک نحو بله. بسیار خوب تربیت میشن و وارد اجتماع میشن. خیلی اینا میتونه ما اجتماع را درست کردیم. بله. اجتماع درست میشه. بله. یعنی چی؟ وقتی این فرزندان میرن بیرون، فرهنگ اصیل اسلام و تربیت خوب مادره منتقل میکنن به هم کلاسی، هم صنفی، هم کار، بله، هم دانشگاهی، اینا چی میشن؟ اینا این فرهنگ شکست میدن. دقیقاً. بله. یعنی میتونه تهاجم فرهنگی که روی قبلا که عرض کردم روی برنامه ریزی با دستیسه ها بری باورای ما و شما میان پا میگذارن، بری اعتقاد ما و شما پا میگذارن، اینا رو پس میانگارن. یعنی خانواده ارزش نداره. این از فرهنگی هست که در واقع وقتی که غلبه کرد، مادرم که معلوماتش کم و کاست داشته باشه، درست، نمیتونه که این مبارزه رو انجام بده. پس این وظیفه کی از خانم حسنات؟ مثلا وظیفه پدر خانواده است، همسر، یا وظیفه دولت هست که بیایه؟ بسیار عالی. بله بله، ما برای مسئولین هم یک نوع وظیفه داریم. اینجا وظیفه خود والدین است. بله. یعنی چی؟ یعنی رئیس خانواده پدر، مدیر خانواده مادر، با هم توافق داشته باشن، اخلاقشون یکی باشه، حرفایشون یکی باشه، در مقابل بچه تربیه و ادبش و به اصطلاح رشد و نمایش اینا با هم یک نوع سازگاری داشته باشن، که این سازگاری وقتی که بچه اتحاد و اتفاق مادر و پدر رو درک کرد، دیگه مسلماً تربیتم میگیره. یعنی حرف پدر و مادر یکی بود، تربیتم وقتی که مادر تذکر داد، پدرم در مقابل زستاد بود، بچه بله. اثر میکنه، چشم بله. ترسم برش ایجاد میشه که دیگه کار خلافی که بکنه پدر و مادر ازش ناراحت میشن. بله. و متوجه میشن، ناراحت میشن. باید که پدر خانواده مثلا برای خانواده، اولادا و خود همسر بفهمنه این موضوع را که کاری که مادر در داخل خانه میکنه یا همسرم در داخل خانه میکنه یک کلانترین کار است که میتونه در نقش تربیت و نقش اصیل اقتصادی بله به برنامه ریزی نیست. دقیقا. بسیاری از حالا بیننده ما قسمی نیستن، ولی خب شاید وجود داشته باشن بعضی از مردمی بله، که بله. بی‌توجهی کنن شاید نسبت به کارهای وظایفی که مادر در داخل خانه داره. بگه چی میکنی تو؟
بله. از صبح تا شب الان تخانستی آخر کار من... تکرار است، آشپزی تکرار است، شستن رفتن تکرار است. این کم گرفتن و کم بله. گفتن نقش مادر در داخل خانه در خانه مادر زن احساس قارت بله. میکنه و به دنبال است که وارد اجتماع شود، برای به دنبال یک کار، یک شغل که یک درآمد، یک پول دستش بیاید و دیده شود بله. اینجا وقتی این زن خود پست میانگاره، کم میگیره، دست کم میگیره و بقیه هم میره تحقیر میکنن، این دیگه باعث میشه که هیچ وقت با اولاد خود گفته نتانه که چی کار بکن چی کار نکن، این کار مفیده این نامفیده، این خوبه این بده. یعنی فکر میکنه که یک مادر است بچاره، یک نقش کوچیکی داره، فقط هم بچه ها دور خود مثل مرغ جمع کنه، اینا رو گرم کنه و سر پخته کنه، مکانه برشان بده، جای آسایش بده، بخورن و بخوابن و صبح رفتن بیرون هر کاری که کردن بکنن برشان در مقابلش به تفاوت باشن. اینجا میگن فرهنگ بیگانگان خوب استفاده میکنه، بله. میبینه که نقش مادر کم رنگ شد، حرف مادر به اصطلاح تاثیر نداشت، دیگه روی بچه‌هاش هم فرهنگ دیگه خوده تحمیل میکنن که بچه‌ها برن بیرون با هر گونه که دلشان میخواد را برن، جای برن، بپوشن و بخورن و بیاشامن و کنترل در بین نباشن. بله بله. یعنی این نقش اگر ما به چشم کم ببینیم و این نقش تحویلش نگیریم، با خود بگیم همیشه تکرارش بذی، همیشه مثلا این کارا، ای بابا کی میفهمه که من چی کار میکنم؟ بله. کی میفهمه که من چی زحمت میکشم؟ پای اوجا نشستم، بین آشپزخانه، بین خانه. اما خبر نداره که خداوند و ملائکش لبیک میگه به این خانما و این زنان که رشته اساس زندگی رو به دست خود گرفتن برای تربیت نسل بشر و این زحمات تکرار مادر که نسل بشر آماده می سازه، تربیت می کنه که آرزو داریم در رکاب آقا باشن. یکی از عامل های است که از عوامل هست که اگر فرهنگ تهاجم فرهنگی غرب بر ما حاکم میشه، خود زنان خود دست کم می گیرن و جامعه که اینا باید پس وقیره نه چیکار خواستن بکنن، اینا اصلا از صف بدرن، از خط خارجن، روی اینا حساب نکنن ده. اما نمیدانند که امر نهی مادر به خصوصا خود مادرانه که در عصر غیبت زندگی میکنن وظایفشان چیست و چقدر تاثیر گذار است بر تربیت اولادشان. دیگر نادیده گرفتن نهاد خانواده. بله. میگن که ازدواج و تشکیل خانواده یک سنت و فرهنگ اصیل بین همه ادیان الهی است. بله. که اگر خدا نکنه این ازم پاشیده بشه، ازدواج در بین نباشه. جوانان خود تصمیم بگیرن که با هر کی بشینن، با هر کی بخیزن، با هر کی معاشرت داشته باشن، با هر کی ارتباط داشته باشن. اینا اصلا برایشان به مفهوم خوب داشتیم خانواده نداشتیم، هر جور زندگی کردیم، بله. با هر کس نشستیم، با هر کس مثلا برخواستیم، ارتباط داشتیم، درسته دیگه، نیازی نیست دیگه نیاز ما خانواده داشته باشیم، تشکیل بدیم خانواده رو، نیازی نیست دیگه، بالاخره بر ما همه چیز میشه میسره و نیازی نیست که ما خود پایبند بسازیم به اکثری مسئولیت ها و وظایفی که باید در کنار زن باشیم و خانواده باشیم و بچه باشیم. اکثرت جوانان که خداوند هدایت بکنه انشالله، بچه های ما و شمار بچه های مؤمنینه، چطور تصمیم خود قاطعانه بر روی پدر و مادر میگن بر روی بقیه که ما نمیخوایم ازدواج بکنیم، اصلا ما تصمیم نداریم ده. ولی خب در پشت این قضیه یک قضیه بزرگ جلوه میکنه که خب وقت ازدواج نمیخونی چی میخوایی انجام بدی؟ بله. چی نوع ارتباطاتی میخوای با جامعه و با خانم ها و زن ها و دختران داشته باشی؟ یعنی بازم مادر باید تاکید خود داشته باشه که این هوا را سر بچه ها بیرون کنه که با تشکیل خانواده و ازدواج اینا جوان ها تن ندهن. حالا هرچند مسائل های مشکلات اقتصادی و فقری که وجود داره، بله. سختی هایی که خانواده ها میگیرن، امورم خداوند ازدواج کمک میکنه. بله. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه خداوند قول داده که هم رازق رزق است و هم مشکلات رفع میکنه. و جوان ها باید به این آیه قرآن که ما توکل علی الله و هو حسبه، خدا برای ما کافیه، پدر و مادر هم کار نمیتونه بکنه، خدا کفایت میکنه ما رو. بله. پس مادر و پدر وقت با این نیت دقیقا اقدام قدم بکنن، بگذارن. قدم بگذارن، خداوند انشاءالله اونا رو حمایت میکنه. خب میگه خانم حسنات، ادامه موضوع و صحبت باشه بعد از یک میان برنامه. بسیار عالی.
تشکر از همراهی گرمتان، شما خانواده‌های عزیز، مادران گرانقدر، بانوان عزیز و هر کسی که بیننده برنامه هست. آماده نشر است میان برنامه تقدیم شما و همچنان بیننده برنامه خودتان باشه. دوباره همه از تو میگویند و میشنوم. شیرینی نام تو و شهد یادت به کام ها می نشینند. دوباره تاک ها برای نصرت تو قد علم می کنند. دوباره همه دیوارهای شهر چراغانی می شوند. اما کاش گفتن و شنودن از تو سهم همه ثانیه ها باشد و یاداوریت همه دقایق را پر کند و خدمت به تو دلیل همه حرکت ها شود. کاش سینه ها من صندوق صدقه شود و قلب من سکه نظر سلامت هم. کاش درد من همیشه با توسل به تو آرام گیرد و دست من جز به دعا برای تو به آسمان نرود. کاش انتظار تو زنگی باشد که از نافرمانیت بازمان دارد. ای دست گیر واماندگان، ای دلگرمی بی پناهان، ای مأوا، ای چراغ راه گم گشتگان، ای زینت عرش الهی، ای فخر آل طه، ای منتقم آل رسول، ای نور قلب زهرای بتول و ای آخرین از آل یاسین. برخیز و صفحه دین را از زنگار کوته‌اندیشی جاهلان و نیرنگ دشمنان پاک کن و پایه ساز شده دین را استوار و پا بر جا ساز. یا صاحب الزمان، بله عزیزان بیننده، باز هم همراه شما هستیم با موضوع وظایف زنان در عصر غیبت و ای که تهاجم فرهنگی در مقابل بانوان و زنان، نقش بانوان و زنان در زمانی که تهاجم فرهنگی زیاد هست چی است؟ شما والدین عزیز و خصوص شما مادران و بانوان عزیز، وظایفتان در تهاجم فرهنگی بسیار زیادتر هست و این وظایف چیزهایی هست که خانم حسنات عزیز میخواین امروز برای شما عزیزان بیان کنن. بسیار از مواردها رو خانم حسنات امروز گفتن و چقدر زیبا هست که بله، نهاد خانواده بزرگترین نهادی هست و مهمترین نهاد است که باید این نهاد حفظ شود و باید شما بانوان عزیز این نهاد را حفظ کنین و خودتان را کم نبینین در داخل خانه و زندگی. شما جایگاهتان در داخل خانه و زندگی بسیار زیاد هست. هر وظیفه‌ای که در داخل خانه دارین، کل او وظایف شما یک به یک کارهایی است که باعث تربیت فرزندانتان میشه، باعث تربیت صحیح آنها میشن و آنها به خوبی وارد جامعه میشن، جامعه‌ای که در او میتونن بسیار بسیار رقمها و رفتارها و تربیتهای مختلف باشه. ولی وقتی که شما مادر عزیز فرزندتان را در داخل خانه و نهاد خانواده تربیت امام زمانی میکنین، مطمئن باشین که وقتی وارد جامعه میشن و همان گونه وارد جامعه میشن. و ما میپردازیم باز هم در ادامه صحبت ها بینیم که خانم حسنات چه وظایف دیگه ای برای ما و شما بیان میکنن در مقابل تهاجم فرهنگی. بله، گفتیم که اگر جوانان برای تشکیل خانواده کوشش نکنن، بسیاری از ناملائمات در جامعه بر انسان ها حاکم میشه و اگر تشکیل ازدواج بدن، تشکیل به خانواده داشته باشن، نیتش به تشکیل خانواده داشته باشن و مادران متوجه باشن، ما خود گفتم که پس میگارن نقش خانما رو تهاجم فرهنگ، تهاجم فرهنگی غرب. اینجا جوانان هم از ازدواج بیزار میکنن که وقتی اثر گذار شد جوانان هم تصمیم میگیرن که ازدواج نکنن، آزاد باشن. خب اینال میگه اگر
اینا به تشکیل خانواده بپردازند، بسیاری از چیزها از قبیل انحطاط، سرگردانی، طغیان، تجاوز جنسی و شویی بیماری های خطرناک جنسی کاهش پیدا میکنه. بله. جامعه سالم میشه. وقتی که انسان ها سالم بودن، جامعه سالم باقی میمانه. دیدگاه کی هست که بر زنان تحمیل میکنه؟ دیدگاه فمینیستی های رادیکال است که میگن زن باید از مرد جدا باشه. وقتی که زن با یک مرد ازدواج کرد، تحت تاثیرش میره. بله. این تغییر میشه. خبر ندارن که در اصلش اگر اسلام این تشکیل را تاکید کرده برای انسان ها، البته همه هدیان الهی، که شما باید خانواده داشته باشین، و این به معنی این نیست که به حق زنان ظلم بشه و به حق مردان هم ظلم بشه. خب اینا یعنی چی؟ زن در خانه بمانه برای تربیت اولاد، این تغییر میشه. مردم بیچاره برو پشت نان و زندگانی و درآمد اینا، این تغییر میشه. نه خیر، اینجوری نیست. یک توافقات الهی، یک سنت الهی که خداوند به وجود آورده، یعنی زن طبق ایده های خود و نیازهای طبیعی خود میخواد که خانم یک آقا باشه. آقا طبق نیازهای طبیعی خود میخواد همسر یک خانم باشه. بله. پس چی، اینا به توافق هم زندگی میکنن؟ بله. این ظلم نیست. دقیقاً میشن این... مکمل هم دیگه، کمل هم دیگه میشن. بله. یک دیگه خود کفایت میکنن. او به کمک زوم پردازه و کمک زوم نسل آینده رو میتونن اینا در آرامش قرار بدن. پیش همیشه ما در برنامه خانم اثرات عزیز گفتیم، یعنی مثلا گاهگداری این مثال زدیم. بله. گفتیم که مثلا پدر و مادر در خانواده یا زن و مرد مثل دو بال یک کبوتر است. حالا فکر کنین یک کبوتر با یک بال میتونه پرواز کنه؟ بله. حالا یعنی میتونه باید داشته باشن دو بال. البته باید دو تا با هم باشه که بتونن پرواز. بله. کنن، بتونن به موفقیت ها برسن، به پیشرفت ها، به کمال ها برسن. و این در عالم، در کره خاکی ببخشید، این به اثبات رسیده که دو انسان از زن و مرد وقت ازدواج کردن، هم خانواده که آرام بوده و جامعه هم نهادش آرام بوده. ما در قرآن کریم در آیه 21 سوره روم میخوانم که خداوند کریم فرموده است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. و نشانه های خداوند این است که امسران از جنس خود شما برای شما آفرید تا در کنار هان در کنار آنها آرامش بیابید. بله. و در میانتان محبت و رحمت قرار داد، بر اساس از اینکه شما وقتی که محبت و رحمت داشتین، یک به دیگر رحم دارین و زندگی خوشحال و آرامی دارین. از دین های شریفه خداوند خالق زوجیت است. مشخص میشه که زوجیت که روی عقل و شرع باشد، روی قانون باشد، روی اون اصل که اسلام بر ما مقرر کرده، میگه نتیجهش بهشت است. ما دست کم نگیریم که ازدواج یعنی چی. یعنی وقتی که ازدواج صورت گرفت، پدر و مادر در کنار هم دیگر آرام بودن، و ما هم مادریم. اینه اس کردیم که وقتی در کنار خانواده هستیم حرامیم، بچه های ما زیر بال ما هست، حرامیم. بله. چه انسان چه حیوان این آرامش وقتی احساس میکنه که در کنار هم دیگر باشن. درسته. و چایشان جوجایشان کنارشان باشن. بله. پس چین آرامش رایگان به دست نمیاد تا تشکیل خانواده نباشه، در دستور قرآنی عمل نشه، چنانچه خداوند فرمود دیگه، با هم دیگر محبت و رحمت نداشته باشیم، به آرامش نمیرسیم. بله. وقتی که این محبت و این مودت و رحمت در بین زن و شوهر ایجاد شد، خب خدا نکنه که خانواده نارام باشه، اون وقت باز ما دستورات دیگه داریم. خانواده که نارامن، زن و شوهر به توافق نمیرسن، بسیار ندرته، یعنی کم پیدا میشه که زن و شوهر در حین ناسازگاری باشن. خب خداوند هم میگه نسازن، با هم نساختن جدا شن ازم. بله. وقتی که میسازن دیگه بشینن زندگی کنن و آوای هم دیگه را داشته باشن، یک به دل یک دیگه رفتار بکنن، و در زمین بچه های خودم در کنار خود آرام نگاه کنید. بله. این یکی از مسئلت های بزرگ زنان عصر غیبت که چون این تاثیر میخواین رد کنن، تهاجم فرهنگی رد کنن، تهاجم فرهنگی دشمنه که غلبه میکنه به دنبال زنان مسلمان. این میبینیم و پور فراوانی اونایی که عدم آگاهی دارن، اونایی که به قانون اسلام و به زیست اسلامی و انسانی عقیده ندارن. بله. اونا چیکار میشن؟ اونا شکست میخورن
و بالاخره بله. پاشیدگی با وجود میاد که دختر تسلیم میشن در مقابل هم و تهاجم فرهنگی دختر بچه‌شان هم از دستشان میره برای آینده‌شان خیلی به اصطلاح ضرر داره. ما بسیار وقت بعد متوجه شدم در جامعه که زندگی میکنه ما و شما که مادران وقت بی‌توجهی کردن دخترانشان هم اونجوری بی‌توجهه. وقتی که میبینیم پوشش دختران خوب نباشه، مثلا لباسشان خوب نباشه، حجاب مکمل نداشته باشن، میبینه که مادرشان سهل‌انگاری کرده در این مثل. یعنی زنان عصر غیبت که اما انشالله زنان عصر غیبتیم اگر درست عمل بکنیم و این اساس ریشه خانواده را مستحکم نگاه داریم، بله. خود ما سنگردار این دژ و این چیز باشیم، دیوار باشیم، بله. به سلام با این خانه را خوب نگاه بکنیم، بچه‌هایم هم خوب ثابت و خوب به سلام نگهداری میشه و خوب تربیت میشن. بله بله. دیگر از عوامل که باعث میشه تهاجم فرهنگی غرب بر ما حاکم بشه و همه چیز از دست ما بره، میگن سهل انگاری مسئولین خانواده و جامعه است. بله، مسئولین خانواده و جامعه. و جامعه این خانواده را خودشان هم بله. مثل یک دولت احساس میکنیم. ما که شما میگین مثل یک دولت هست دیگه. اصلا نقطه اساس حساس زندگی در اسلام خانواده است. ما وقتی در یک منطقه خانواده خوب داریم، میبینیم منطقه هم بچه‌هایش هم خوبن، بچه‌هایشان آزاررسان نیستن، مردم اذیت نمیکنن. وقتی میبینیم در یک محله، در یک کوچه، در یک سرک و جاده خانواده‌های بد زندگی، خدای نخواسته خانواده‌ای زندگی میکنن که به این مسائل بی بند و بارن، مسئولیت‌های خدا نمیشناسن، بچه‌هایشان هم اونجوری خسر و مثلا بله. توجه به ادب و کمال و تربیت ندارن، هم مردم اذیت میکنن، هم خودشان هر چی کار دلشان خواست انجام میدن. دیگر که گفتم وقتی که مسئولیت درست انجام نشه، ما در این قبال یک روایت از علی علیه السلام داریم که با فرزندانشان در میان میگذارند و این امر را بسیار بزرگ جلو میدن با فرزندانشان، با حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام، با حضرت امام حسین علیه السلام و بقیه اعضای خانواده توصیه میکنند که فرزندان من، اعضای خانواده من، اگر شما در قبال مسئولیت خود در خانواده و جامعه خب پایبند نباشید، بله، فرزندان شما از کش و از زیر تاثیر و مسئولیت شما بیرون میرن. چی؟ به خاطر سهل انگاری شما. خب وقتی که اونا بیرون رفتن شما حتما ناراحت میشید، بله بله، و شما اون وقت به تضرع و زاری به پیشگاه خدا میپردازید که خدای این بلایا را رد کن، تربیت بچه هم اینجوری شده، تربیت دخترم اینجوری شده، خدای اینا را رد کن. میگون وقت خداوند به شما علی علیه السلام میفرماید جواب مثبت نمیدهد، زیرا شما در بین خانواده اولین و پیشگامان سهلنگاری بودید. درست. شما توجه نکردید. بله بله. و این سرایت کرد به جامعه. پس چی؟ اون وقت که امر به معروف و نهی از منکر کم شد، فرموده خدای رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میگن یک بلای، یک مصیبت عظیم برای جامعه رخ میده. بله. امر به معروف و نهی از منکر جامعه بله. بره، همه چیز رفته دیگه. بله، همه چیز رفته. اون وقت میگه هر قدر تضرع بکنن اون بلا رد نمیشه، یعنی دیگه دعا مستجاب نمیشه، توجه خداوند کم میشه به خاطر یک سهلنگاری و حرکت بی جای ما. یعنی که ولش کن، نمیخواد، اصلا نمیخواد که ما، خب بچه بزرگ میشه، خودش متوجه میشه مثلا این کار رو باید نکنه، اونجا باید نره، باشه، باز که بزرگ شد خودش تر به خانه و سر به زندگی میشه. کنترول پدر و مادر بچه رو خوب تربیت میکنه، رفتنهایشان، جای رفتنشان، نحوه بیرون شدنشان از خانه. بچه اگر تو با این شکل و قواره، با این حجابی دخترم بری بیرون، جامعه و اجتماع سو یاد میکنن و ما اون وقت مقصر شناخته میشیم به پیشگاه خداوند و ما را خدا نمیبخشه. یک تذکر اگر داشته باشین تو ذهن اولاد شما میمانه، در ذهن اولاد بله. که مادر و پدر اگر ناراضی باشن حتما یک کار درش هست. خب اینا رو یک دشمن از این موقع استفاده میکنه. یعنی چی؟ یعنی زن و مرد به می وادار میشه که آزادین، بله، زندگی میدن شما میخواد، زندگی خوب داشته باشین، آزادی داشته باشین. یعنی آزادی بی بند و بی قید و شرط در بین انسان ها رایج میسازن.
هر گونه شرط از مابین مردم و قوانین جامعه بر می دارن. خب امروز روز میبینیم بله که گناه ما مادرانه که دختران ما به اینجوری ما بین جاده و سرک و کوچه و محله بله میبینم. در مقابل تهاجم فرهنگی همه ما شکست خوردیم واقعا. اگر که خوب ببینیم خانواده های ما، بانوان و زنان و مادرای ما اونطور که باید ایستادگی کنن نتونستن ایستادگی کنن، نتونستن. ما به خواهر روبرو شدم که گفتم خب لباس شما مناسب شأن شما نیست، بالاخره یک فرهنگ ملی و دینی ما و شما هم داریم که باید رعایت بکنن. گفت که نه بابا، مادرم هم گفته که پوشش و حجاب داشته باشی. من با مادرم گفتم از اول که حجاب و پوشش و دینداری تو قلب من، در قلبم هست. حالا من حجاب داشتم نداشتم اشکال واقعا همونطور هست، یعنی در واقع قلبن همه چیز قبول داره. ما برش گفتم که عزیزم، خواهر من، اون قلبت باید تو رو بسازه. نه دیگه، فقط به قلب نیست، به عمل هست، به زبان هست، به عمل، به زبان، به رفتار. وقتی که قلب تو سالم باشه خواهد من رفتارت هم باید سالم باشه. تو پوشش اسلامی داشته باشه، حجاب مکمل داشته باشه. با اینجوری که تو میگه که من قلبا مسلمانم، خب قلبا نه، مهم شاید... میگن قلب است، بل... که دیگه رفتار چه قسم باشه، ایمان باید داشته باشی. در مقابل ایمان در کنارش باید عفت و حیا داشته باشی که در مطالعه پیشتر ذکر کردیم برای اخواران. خب این حالا که وقت ما این وعده بهشت بشنیم از خداوند، در مقابل خود رفتار خود مادران هیچ وقت خانواده را ازم نمی پاشن، سست نمیگیرن، دست کم نمیگیرن که ما اندکترین رنجه که در زندگی بشن آرز میشم بریم خدای نخواست جدا شیم، بریم راهی دارم مر شما، مر راهی مر شما راهی، بس الان بریم جدا شیم ازم. بالاخره اصلا خانواده تشکیلش ارزش نداره، ولی نه، ای باید یک مقداری مادر مستحکم باشه، مادر باید صبور باشه تا شوهرش بازی کمی و کاستیایش رفع بشه و به اصطلاح اصلاح بشه در بین خانواده. این ناراتیار هر بله، زن و شوهر دارن بله. صبر باید بکنه، صبر و گذشت بله. مخصوصا با بخاطر بچه هایش که زن پاشیده نشن باید تحمل داشته باشن که انشالله بتونن در کنار خانواده خود آرام زندگی بکنن و این مشکلات هم خداوند رفع میکنن. اگر انسان بله، متوسل به خداوند بشه خداوند کمکش میکنه. دیگر این که چی دلیل وجود داره، بازم میگم که این عوامل و این تهاجم بر جامعه و بر خانواده حاکم میشه و امروز میبینیم که اثر خودم گذاشته، بی‌اعتنایی به ارزش‌های اخلاقی. بله، خوب گفتی، خراب گفتی، اشکال نداره، دروغ گفتی، راست گفتی، اشکال نداره. بله، به جا بودم خیلی بله، مهم نیست، هیچ چی برشان مهم نیه. یعنی بر اساس بینش اومانیستی که انسان زیاد ارزش میدن، ببینن که انسان خودش تصمیم میگیره، قانون در کار نیست، کتاب در کار نیست، ادیان الهی یعنی چی؟ خب و لیبرالیستی اینا به اصطلاح اندیشه هایی هست که چیکار میکنه، انسان رو به سوی آزادی سوق میده. بله، و تمام قوانین و رشد و تعالیم و اون ادب و کمالاتی که انسان باید بیاموزه برای اینکه انسان کامل بشه پیدا نمیشه، از بین میره. بله، ما در جامعه باید انسان کامل داشته باشیم، در عصر غیبت انسان ها باید کامل باشن. این مرنج که ما و شما میبینیم و تحمل میکنیم با چشم سر و هیچ کارم کرده نمیتونیم در مقابل بچه ها، در مقابل جوان ها، اینا علتش همینه که این اومانیست ها و لیبرالیستی ها یک فرهنگ برای مردم به اصطلاح حاکم کردن. بله، که همه بگن مربوط به هیچ کس نیست. آه، اینم تهاجم فرهنگیه. یعنی مادران باید بیدار باشن، بیداری آگاهانه داشته باشن. بله، که خب این رسانه ها، این تلویزیون، این فضای مجازی، این گوشی ها، نمیفهم، این گروه ها، اینا هم اگه چی اثر بر بچه گذاشته. دقیقا، حالا ما از تهاجم فرهنگی میگیم، خب این خودش یک نوع جنگ نرم است دیگه. بخاطر از اینکه ما در قدیم مثلا ما جنگ های سخت داشتیم، جنگ هایی بوده که با اسلحه و تفنگ و چیزا می آمدن تحمیل میکردن، مبارزه میکردن و از خود دفاع میکردن. بله، ولی حالا خب ذهن را مخدوش میکنن. بله، گفتن بیا به این طریق ما بتانیم ریشه اسلام و فرهنگ، دین و همه اینا را ما از طریق جنگ نرم بیایم از بین ببریم. و زودترین فرصت هم پیشرفت کرد. دقیقا، که میبینیم بر نسلهای ما چقدر زود تاثیر خود بخشید. بله، بله، که همه را از راه منحرف کرد. بازم میگه زنان عصر غیبت
زنانی که با ظاهر خود در مقابل خانواده و بچه و شوهرش بشناسن هیچ وقت این انحرافات به وجود نمیاد. درسته. هیچ وقت جوانای ما هم تسلیم اومانستی نمیگیرن که بله. مادر با ما تو کار نباید بگیری. مادر من میخوام آزاد باشم. میخوام هر جور دل میخواد زندگی بکنم. ما باید با مهر و عطوفت مادرانه خود بچه ها تبعین بکنیم و برای بچه ها تبعین بکنیم که این راه درست زندگی کردن نیست. اگر به این راه بری پسرم بله. دخترم یک روز سرت به سنگ میخورن، یک روز پشیمان میشی، یک روز شاید دفاع در مقابلش نداشته باشی. بسیار عالی، تشکر خانم سنات عزیز. صحبت های شما هنوز تمام نشده، خب وقت برنامه ما خلاص شده. از شما تشکر میکنیم و از حضور شما هم خدافظی میکنیم و از حضور گرم شما همراهان همیشگی هم خدافظی میکنیم و امیدوار هستیم که یک یک شما عزیزان در روزهای آینده هم بیننده برنامه روشنا باشین. شما والدین عزیز و مادران عزیز و گرامی که فرزندان تربیت میکنین که همگی آنها سربازان امام زمان هستند، بسیار خوشحال هستیم و سپاسگزار هستیم از شما والدین عزیز و به خصوص شما بانوان و مادران گرانقدر. از حضور یک یک شما خدافظی میکنین و موفقیت سربلندی همه شما را از خداوند خواهان هستیم. خدا نگهدارتان. صلوات الله سلام الله صلوات الله.